امروز دوشنبه 11 بهمن ماه 1400 جمعیتی که مشاهده می کنید فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان کرمانشاه در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های سن های جمابون های جمابون هی نگوییم که کمی جور زرد جور دلاجی اشتران کما کمی سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و با تبریکات صمیمانه نوروزی به همه شما برای فرارسیدن سال نو و قرن خورشیدی تازه، با این امید و آرزو که سال و قرن جدیدی که هست، قرن خورشیدی تازه، بتونه با خورشید پرفروغ آزادی، برابری و نان زندگی های مردم رو، سفره های مردم رو قرین نعمت، رفاه، آزادی و انسانیت و همه آن چیزهایی بکنه که مردمان ایران بهترین فرزندان این سرزمین صده هاست برای اون مبارزه کردن، صده هایی که با نام‌های بزرگ و شریفی در واقع آذین است و در چهار دهه گذشته این نام‌ها با رشد آگاهی اجتماعی روز به روز افزایش پیدا کرده و ما شاهد یک جنبش بسیار نیرومند عدالت، آزادی، نان هستیم که توی جهان ما شاید نمونه است، خصوصا در دوره کرونایی که فاصله های اجتماعی بسیاری از مردم رو دور کرده، جنبش اجتماعی مردم ایران نشون داد که چقدر تشنه آزادی، نان، عدالت، همبستگی و برابری است. با درودهای فراوان و شادماش ها با رفقا علیرضا نوایی و ایوب رحمانی سال جدید و تریبون کارگری تازه رو آغاز کنیم. درود بر تو، با شادباش‌های نوروزی به تو علیرضای گرامی. منم به شما رفقای عزیزم علی و ایوب شادباش میگم و از همین طریق به تمامی بینندگان عزیز تلویزیون برابری شادباش میگم به مناسبت فرارسیدن بهار و سال نو و برایشون بهترین ها رو آرزو میکنم. ایوب جان به تو هم تبریک میگیم و سال شادمانی رو برای تو و عزیزانت آرزو میکنم. درود میفرستم به هر دوی شما رفقا و درود میفرستم به همه بینندگان تلویزیون برابری و امیدوارم که سال خوب و خوشی رو در پیش داشته باشیم، غمها کم بشه و شادیها بیشتر و شاهد موفقیت‌های بیشتری برای جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش برابری طلبی و جنبش برای آزادی باشیم در ایران و موفقیت‌های بیشتری را شاهد باشیم در سالی که در پیش رو داریم. علی جان، ما با سالی که گذشت، سال جنبش‌های بزرگ و اعتراضات وسیع، تظاهرات بزرگ بود و سالی بود که در اوج کرونا، در اوج کشتارهای وحشتناکی که کرونا به خاطر ممنوعیت ورود واکسن‌ها توسط خامنه‌ای انجام شده بود، مردم غریبانه و خاموش جان دادن. در این شرایط بود که همه در نگاه به کرونا و مرگ کرونایی در واقع مدهوش شده بودند و واقعا نمیشد راههایی پیدا کرد. در اون تاریکی مشعل اعتصاب کارگران هفت تپه
نور سوی سوی خورشیدی رو برای این در این تاریکی افروخت که هرگز انتظارش رو هیچ کس نداشت. این مبارزه کارگران هفت تپه تو اون شرایط بار دیگر اوج گرفت و اعتصاب بزرگ کارگران هفت تپه علیه خصوصی‌سازی، غارتگری، فساد و برای حقوق کارگران، حق تعیین سرنوشتشون، برای اون محل کار و زیستشون شکل گرفت، حق معیشت و سلامت و اخراج و لغو مسئله این خصوصی‌سازی در واقع یکی از نقطه های اوج حرکت بود و ما شاهد اعتصاب و تظاهرات و راهپیمایی و تحسن کارگران هفت تپه بودیم و شلوغی فراوانی که بعدش دورش ایجاد شد. این سال 1400 رو ما اینگونه آغاز کردیم. چگونه شما دیدین این حرکت رو و بعد بتونیم بپردازیم به حرکت درخشان بازنشسته ها در سراسر کشور، کارگران پروژه‌ای نفت که نقطه کلیدی برای حرکت سراسری بستند و فرهنگیان که سال رو با اعتصابات درخشانشان در واقع به پایان رسوندن و کارگران شهرداری ها که هرگز خاموش نشدند از این بیحقوقی فاجعه باری که بر اونها خصوصا در شهرهای کوچک میره و بیحقوقی اونها در سکوت وحشتناک و خاموشی فراوانی که علیه این کارگران زحمتکش و محروم هست. اجازه بدین قبل از پاسخ مشخص به سوالتون، با درود به کارگر شهرداری تبدالله که بر اساس آخرین خبر تا 28 اسفند ماه در زندان بود به دلیل حق طلبی و نمیتونست وثیقه 1 میلیارد تومانی رو یک کارگر شهرداری تأمین بکنه و در اون تاریخ تو زندان بود، نمیدونم شب عیدی رو تونست به خانوادش به پیونده یا کماکان در زندان بوده. و کارگر سیمان سپاهان که باز هم به خاطر حق طلبی به 1 سال حبس تعزیری، 2 سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده و ده ها صد ها فعال کارگری گمنام و شناخته شده و سرشناس که به خاطر حق طلبی مورد اذیت و آزار از جمله بازداشت، زندان، اخراج از کار و تهدید به اخراج از کار خودشون و خانواده هاشون مورد عذاب این حاکمیت ضد کارگری هستن. سالی رو که پشت سر گذاشتیم، سال 1400، روندی رو که در سال 1399 داشتیم ادامه پیدا کرد. یعنی اعتراضات کارگری که شاغلین و چه بازنشستگان باز هم رشد پیدا کرد. من آمار دقیق الان نمیتونم بدم، ولی همون روند سال قبل بیشتر اعتراضات بیشتری رو شاهدش بودیم. نه تنها از نظر کمی، از نظر تعداد رشد پیدا کرد، بلکه از نظر دامنش هم رشد پیدا کرد. به چه معنا؟ یعنی این دیگه برسید به کارکنان دادگستری و کارکنان سازمان زندان‌ها و خیلی از این ادارات، مثلا وزارت جهاد سازندگی، ثبت اسناد و غیره. که این به چه معنا بود؟ به معنای اینه که دیگه کار به استخوان رسیده و در این سطح هم درآمدی که دارن کفاف هزینه زندگی رو نمیده و وارد میدان شدن برای افزایش دستمزد. که در همین جا هم اشاره‌ای که داشته باشیم، از نظر مضمون مبارزات، مبارزه برای افزایش دستمزد نسبت حتی به سال قبلش، یعنی 1400
399 مبارزه برای افزایش دستمزد جایگاه بیشتری رو به خودش اختصاص داد. از نظر کیفی هم ما سال 99 جنبندیمون این بود که اعتراضات یک گام به جلو گذاشته شده و به صورت اعتراضات سراسری به چه معنا؟ اینکه از مثلا کارگران یک بخش یا یک نهاد دولتی از سراسر ایران میان تهران جمع میشن یا اینکه همزمان در سراسر ایران دست به تجمع میزنن و کارگران یک واحد تولیدی یا خدماتی هم بلافاصله وقتی که میبینن در اون واحد خواستشون پاسخ داده نمیشه منتظر نمیمونن، میان در سطح شهر یا شهرستان استان و حتی تهران، حتی همین کارگران شهرداری کوتبدالله یک شهری در استان خوزستان میبینن که ماهاست یا سالهاست که برای اینکه حقوقشون رو به موقع دریافت بکنن یا اینکه اعلام بکنن این حقوقی هم که میدین کفاف و هزینه زندگی رو نمیده پاسخی حتی در استان نمیگیرن، را میفتن میان تهران. این روند باز هم ادامه پیدا کرده، این اعتراضات سراسری شاغلین و بازنشستگان ادامه پیدا کرده. یک چیز دیگری هم که تو همین رابطه ما شاهدش بودیم اینه که مثلا وعده داده میشه که در عرض مثلا دو هفته آینده یا یک ماه به ما فرصت بدین ما پاسخ خواسته های شما رو میدیم و در واقع میخوان این حق طلبان رو به دنبال نخود سیاه بفرستن و وقت خوشی بکنن یا وقت بخرن به معنی که اون تاریخ زمانش به سر میرسه دیگه منتظر نمیمونن، دوباره دور جدیدی اعتراضاتشون رو شروع میکنن و این بار خواسته دیگریشون هم اینه که علیه وعده‌های توخالی مسئولین هم میان ابراز اعتراض و انتقاد میکنن. نکته دیگری که ما توی همین سالی که شاهدش بودیم این بود که ما روزهای خاصی رو تقریبا حتی نسبت به سال 99 جا افتاده بود، مثلا یک شنبه های اعتراضی بازنشسته بود. حالا این چجوری بود؟ مثلا همین کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی و مستمری بگیرانشون اینو مثلا شروع کردند، بعد میدیدیم همون یک شنبه مثلا کارگران صنعت و فولاد هم میان اعتراض میکنن، بعد میدیدیم بازنشستگان و مخابرات یا و بخش های دیگر هم همون روز یک شنبه رو انتخاب میکنن برای اعتراضات. و مسئله دیگری هم که تو این رابطه بوده که حتی ما شاهد این بودیم که مثلا یه دوره همین فرهنگیان شاغل بازنشسته پنج شنبه ها دست به اعتراض میزدن که حتی این چیزایی که تو سهام و اینا حالا بالاخره به عنوان یه مال باخته که دست به اعتراض اونا میگفتن همه پنج شنبه ها میاییم اینجا پنجشنبه های اعتراضی. حالا شاید روزهای دیگری هم تو این رابطه انتخاب میکردن این نیروهای حق طلب و برای خودشون میذاشتن، میگفتن اگه پاسخ خواسته های ما داده نشه جریان به همین صورت ما همین روز تا مثلا پاسخگویی به خواسته هامون میایم حضور پیدا میکنیم. نکته دیگر که اشاره کردیم که به دامنه اعتراضات وسیع‌تر شده و به کارکنان بیشتری رسیده، مسئله سریعاً بعد از قدرت رسیدن رئیسی شعار علیه رئیسی بود. اگه شما که یادتون باشه و حتما یادتون هست در دوره پیشین مال باختگان اولین کسایی بودند که به طور سری شعار علیه رئیس قوه قضاییه وقت دادند، به شعارهای تندی بود. یعنی اگر اون موقع این سازمان دهندگان اعتراضات کارگری، سازمان دهندگان سرشناس یا
اعضای تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری همچین شعاری رو میدادند، خب برایشون هزینه سنگینی میتونست داشته باشه. امسال ما میبینیم که وقتی که کارکنان دادگستری میان، کسانی که سالهایی با همین رئیسی کار کرده بودن، شعار رئیسی دروغگو رو میدن، که این باعث میشه که بعد از اون شعار رئیسی دروغگو یا شش کلاسه دروغگو تقریبا در اعتراضات دیگر، چه از طرف شاغلین و چه از طرف بازنشستگان مطرح شد و منتظر این نموندن که حالا ببینن که مثلا یا توهمی داشته باشن که ببینن یک تمایی بگذره، یک سالی بگذره، ببینن که این تمام تبلیغاتی که برای چهره سازی رئیسی کرده بودند که مثلا ببینن آیا واقعیت داره، میتونه به خواسته هاشون پاسخ بده یا نه، در مدت خیلی کوتاهی به عنوان این کسی که وعده هاش دروغ بوده و تو خالی بوده، شعارا خیلی سریع مطرح شد. و درود بر شما. از این عدالت حکومت اسلامی بگیم، شما از کارگر کوت عبدالله گفتید، از آقای فتحی باید گفت که معلمی بود که این فساد امام جمعه محترم پاسارگاد رو افشا کرده بود. او 600 تا کارت هدیه 1,000,000 تومانی، 500,000 تا 1,000,000 تومانی جهت کمک به این نیازمندان میگیره از ستاد جمعه نماز جمعه فارس. بعد اسامی مرده ها و اسامی جعلی رو تو لیستش میذاره، معلمه افشاش میکنه. ایشون به جرم تشویش اذهان عمومی به 12 سال زندان محکوم میکنن. توی شرایطی که آقای خاوری با 3,000 میلیارد با احترام به کانادا میره، دختر وزیر آقای نعمتزاده با چندین هزار میلیارد اختلاس به کانادا ایشون هم تشریف میبره، بعد میگه یا اینایی که 1,000 میلیارد خوردن یا مثل آقای قالیباف که 8,000 میلیارد خورده رئیس مجلس میشه، یا صاحبان چیزا، یا ایشون تشریف میبرن به کانادا. ولی اون چیزایی که هست، کارگر کوت عبدالله به خاطر اعتراض به حرکت، به خاطر بیحقوقیشون باید زندان بره و چیز 1,000,000,000. این هم از اون در واقع نشانه های فاجعه‌ایه که بر کشور ما هست. و از اسماعیل گرامی باید گفت که به عنوان به خاطر اعتراض وضعیت بازنشسته ها در زندانه. در از اسماعیل بخشی باید گفت که همچنان به خاطر دفاع از کارگران هفت تپه بیکار است و محروم از بسیاری از مسائل. از آقای عبدی باید گفت که سالهاست در زندانه و زندان 10 ساله ای رو باید باز تحمل کنه. و از ده ها فعال جنبش کارگری، جنبش مزدگیران باید برد نام برد که در زندان هستند و یا شمشیر دموکلوس در واقع زندان و حبس با وثیقه های میلیاردی پشت گردن اونهاست و اعلام این که هر زمانی اموال این وثیقه بگیران رو هم در واقع مصادره میکنند. و این نشان میده که چقدر با ما در چه شرایط وحشتناکی، در چه سنگلاخی این جنبش کارگری و فعالانش دارن کار میکنن. باید به همشون درود فرستاد، درودهای نوروزیش، شادباشهای نوروزی باید گفت به این قهرمانان جنبش اجتماعی مردم ایران که میخوان چراغ روشنایی، عدالت، نان رو و آزادی رو در این تاریکخانه به دست گرفتن و چهره دیگری از جهانی که اینگونه در جنگ، اینگونه در استبداد، اینگونه در نابرابری سرمایه‌داری به سر می‌بره رو که ما شاهدیم این جنبش واقعا هست، باید به همه فعالان تبریک گفت. ایوب جان، وجه مشخصه های حرکت ها رو علیرضای گرامی گفت، از
حرکت کوت عبدالله و کارگران شهرداری از هفت تپه، از بازنشسته ها، از معلم ها، شما چگونه در مجموع فرازها و فرودهای این جنبش رو نگاه کردین دیدین؟ بله، ببینید، همجوری که علیرضا گفت، این باید به هر حال ما آمارش رو تحقیق کنیم که بیشتر هم زحمتش به دوش علیرضا میفته. هر ساله یه گزارشی میدیم از مثلا اعتراضات کارگری. این گزارش خوبیش اینه که یه آینه یه در مقابل ما و در مقابل مثلا جنبش کارگری جهانی و همچنان در رابطه با فعالین کارگری که نشون میده چی گذشته، یعنی در مثلا سیر و تحول این جنبش به چه صورتی بوده. خب امسال به هنوز این آمار همجوری که علیرضا گفت فعلا نهایی نشده، ولی بدون تردید بی سابقه بوده به نظر من. یعنی شما اخبار هر روزه رو که نگاه میکردی، روزی نبود که در سال 1400 ما شاهد به اصطلاح اعتراضات کارگری نبوده باشیم. در نتیجه به نظرم یکی از سالهایی بوده که بیشترین اعتراضات کارگری را در تاریخ به اصطلاح جنبش کارگری ایران رقم خواهد زد. حالا اینو برمیگردیم اینو، ولی به نظر من علاوه بر این که مثلا همجوری که علیرضا اشاره کرد، علاوه بر مثلا تعداد این اعتراضات، مواردی که این اعتراضات داشتن، به نظر من از لحاظ کیفی ما با یه حرکت کیفی هم روبرو بودیم. یعنی فقط مسئله کمی نبود، یعنی تعداد شرکت کننده ها در اعتراض، پراکندگی شرکت کننده ها، اینکه در اقصا نقاط کشور به اصطلاح این اعتراض ها صورت گرفت. به خصوص من به نظرم به اون چیزی کیفی که اشاره کردم، به سه تا از این حرکت ها میشه مثلا دست گذاشت که هر کدوم نشاندنده به نوعی موفقیت نسبی هم بودن. یکی هم جنبش به نظر من اعتراضات کارگران هفت تپه بود که شما اشاره کردید. میدونید اینا موفق شدن کارگران بعد از سالها مبارزه پیگیر و شجاعانه مسئله خصوصی سازی در هفت تپه رو به چالش گرفتن و دولت رو مجبور کردن به اصطلاح اون خلیت بکنه از اون صاحبان کارخونه که با اختلاس در واقع اونجا حکم میراندن و اختلاسشون رو کارگرای هفت تپه افشا کردن. به هر حال علارغم دستگیری ها، سرکوب ها، مرارت ها و مشقت هایی که مثلا کارگرا در هفت تپه مشاهده بودیم، اینا وادار کردن مثلا رژیم جمهوری اسلامی رو که هفت تپه را یکی از خواستاشون لاقل برآورده شد. خواسته دیگرشون مثلا که خب اکثر کارگرایی که به حکم زندان گرفته بودن به سر کار برگشتن، این به نظرم موفقیت بزرگیه، چون مسئله خصوصی سازی مسئله فقط روحانی و این دولت و اون دولت نبود، یعنی سیاستیه که رژیم جمهوری اسلامی از دهه 70 به بعد از دهه 70، از اوایل دهه 70 پیش برده و به هر حال این چالشی بود بر علیه این سیاست و نشون داد کارگرها با پیگیری خودشون میتونن رژیم رو وادار به عقب نشینی کنن. این به نظرم دستاورد بسیار مهمی بود. خب همچنین که شما اشاره کردید، خب اسماعیل بخشی هنوز به سر کار بر نگشته، بسیار از خواسته های کارگران هفت تپه هنوز به صورت تحقق پیدا نکرده. خب اشکالاتی هم در کارشون بود، ما در برنامه قبل صحبت کردیم، ولی مهمه که با موفقیت هایی که جنبش کارگری به خصوص در سیمای هفت تپه داشته حتما تاکید بشه. نکته دیگه ای که بازم به نظرم در صحبت های خود شما بود، مسئله بازنشستگان هستش. یا علیرضا گفتش که روزای یک شنبه های اعتراضی، ما بگم قبلا هم صحبت کردیم، یعنی در شاید کشورهای دیگه من نگاه میکنم بی سابقه است که بازنشستگان تونسته باشن همچین جنبشی رو راه بندازن در یک حکومت استبدادی، در یک حکومت سرکوبگر، در یک حکومتی که بگیر و ببند به اساس سیاستشه. ما شاهد هستیم که جنبش بازنشستگان چیز کیفی پیدا کرده، یعنی پیشرفت کیفی رو ما در جنبش بازنشسته ها میبینیم، نه تنها از نظر تعداد، بلکه سراسری عمل کردن، که سراسری عمل میکنن، روزهای معینی عمل میکنن. سومی رو هم اشاره کنم تموم کنم، به نظرم جنبش معلم هاست. یعنی شما دقت بکنید جنبش معلمان در سال 1400 واقعا این اعتراضات بی سابقه بود، یعنی اعتراضات همزمان به نوعی سازماندهی شده و با خواسته های مشخص و با شعارهای بسیار درست که به هیچ وجه به اصطلاح هیچ گرایش اصلاح طلبی و نمیدونم فلان اینا که قبلا میشد به هر حال این رگا رو دید اصلا درش وجود نداشت.
اگر اجازه بدی برای اینکه یادم نره به مسئله کارگران پروژه‌ای اشاره کنم که در اقصانقاط کشور کارگران پروژه‌ای بدون اینکه فاقد تشکیلات باشن، اکثرا هم از همچنان که از اسمشون پیداست کارگرای قراردادی هستن، با شرکت‌های به اصطلاح پیمانکاری دارن کار میکنن، یعنی یه کارفرمای مشخصی رو باش روبرو نیستن، ولی علارغم این پراکندگیشون، علارغم این که در شهرهای مختلف هستن و فاقد یه تشکل برخلاف واحدی بودن، تونستن یه حرکت سازماندهی شده رو و همزمان رو سازمان بدن و دست به اعتراض بزنن و بخشای از خواستای خودشون هم گرفتن. حالا اگه وقت شد میپردازیم. اینم موفقیت بزرگی به نظرم بود. طبعا باید به این در واقع تشکرهای پایداری که در واقع در کنار این جنبش‌های اجتماعی بودن، از سندیکای کارگران هفت تپه، سندیکای شرکت واحد، تشکل‌های فرا منطقه‌ای و فرا کارخانه‌ای که در دفاع از کارگران ایران ایجاد شدن، از اتحادیه آزاد و کارگران، باید قدردانی کرد که چگونه این حرکت‌ها رو در واقع انعکاس دادن، حمایت کردن، فضای شادمانه و فضای همبستگی رو در بین جنبش‌ها سامان دادن. من به یک پیام بسیار روشن ولی کوتاه خانم محبوبی فرهزادی اشاره میکنم که میگه که سال نو رو به همه عزیزانم شادباش میگم، سالی که گذشت سال تجربه ها در حرکت های اجتماعی و جنبش های اجتماعی کارگران، معلمان، بازنشستگان، مالباختگان و همه کسانی که معیشتشون از طرف مسئولان نشانه گرفته شده و هر روز بیشتر از دیروز به فلاکت اقتصادی نزدیکتر میشوند بود. سالی که گذشت سال سفارایی جنبش های عظیم اجتماعی در به دست آوردن حقوق از دست رفته بود. معلمان و بازنشستگان و زنان در رأس این جنبش های عدالت اجتماعی، جنبش ها عدالت اجتماعی را فریاد زدند و ثبت تاریخی کردند. علارغم فشارها، احضارها، بازداشتها، ضرب و شتم خیابانی، آنان درخشیدند و فصل نوینی از جنبش های محرومان را در تاریخ ایران رقم زدند. عزیزان، سال نو را با پرچم اتحاد آغاز میکنیم. این قرن، قرن اتحاد است. زنده باد اتحاد جنبش های اجتماعی، برافراشته باد پرچم حق خواهی و معلمان و بازنشستگان. تو این شرایط که این گونه احساس شادمانی، اتحاد و پیروزی هست، یک بار ما میبینیم که خامنه ای اومد در پیام نوروزیش که گاره شرایط اقتصادی خیلی دردناکه ولی انتظار حل نداشته باشید. چیزم آقای رئیسی هم گفت که همه چیز حل، ما خیلی کارهای خوب کردیم امسال تا سر عید که الانم گذشت، فقر مطلق رو از بین میبریم. همین امروز رئیس اتاق بازرگانی میگه که با توجه به افزایش شدید قیمت ها و انتظاری که از افزایش این شدید قیمت ها میره و موقعیت اقتصادی، قطعا فقر مطلق گسترده تر خواهد شد. توی این شرایط فکر میکنید چگونه باید جنبش های اجتماعی خودشون رو سفارایی کنن و حرکت کنن؟ چشمنداز های کوتاه مدت اون حداقل چه است؟ علیرضا گرامی. ببینین، صحبت های پیام های نوروزی که خامنه ای و رئیسی دادن و سخنان و رفتار رئیسی از موقعی که به قدرت رسیده، خب نشون میده که اینا میدونن مشکل کجاست. بیش از یک دهه هست خامنه ای نام اقتصادی به تولیدی میده. 98 تولید به رونق رسوند. 99 جهش ایجاد کرد در تولید با سخنانش. 400 با پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تمامه موانع پیشرفت و تولید رو از بین برد. امسال هم دیگه این شرکت های دانش بنیان رو میخواد تقویت بکنه. گیر کار میدونن کجاست. از طرف دیگه ما سالی که گذشت شاهد رئیس قوه مجریه ای بودیم که میشه ازش به عنوان رهبر دوم نام برد، یعنی
اشخاص اول مملکت نه کارشناس نه تا به گفته خودشون نه درس اقتصادی خوندن نه درس سیاسی خوندن نه جامعه شناسی خوندن بلکه درس فقه خوندن و اینا میان میگن ما به کاری از دست ما بر نمیاد به زبان خودشون ما درس فقه خوندیم کارشناسان اقتصادی شما بیاین بکنین حالا رئیس قوه مجریه هم میاد ادای رهبر در میاره میگه بکنین خود تو خودت رئیس قوه مجریه ای تو باید سازمان بدی تو باید بیای پاسخ بدی که چرا تا حالا انجام نشده دلایل انجام نشدن چی بوده و با نمایان کردن اون دلایل بگه از این به بعد ما این موانع رو از راه ور میداریم و اینجوری سازماندهی کردیم هیئت دولت نشست گذاشته اون بخش وزیر اقتصاد این کار کرده وزیر نمیدونم کشاورزی اون کار کرده غیر اینا میگه بکنین کی بکنه تو قوه مجریه توی رئیسش هم توی تو این رابطه پس بنابراین ما با یک همچین چیزی داریم و این حرفش تو سخنان خامنه ای بود حالا که کاری از دست ما در عمل بر نمیاد با گفتار درمانی مردم سرکار بذاریم امید ایجاد کنیم وقت بخریم ببینیم پولی از راهی میرسه معجزه‌ای میشه اتفاقی میفته یه چیزی مثل جنگ میشه که اینجوری ما چند سال دیگه به عمر خودمون ادامه بدیم لب کلام اینه آقا ما کاری از دستمون بر نمیاد روزخونیمونو میتونیم ادامه بدیم و از این طریق بتونیم وقت بخریم و شاید مثلا اونا نگفتن و شاید مثلا بتونن وقتی بخرن و به اصطلاح مثلا امیدی به بهبود در مردم ایجاد راهکاری که در آینده فکر کنم رشد اعتراضات این اعتراضات رشد پیدا خواهد کرد چون اگه نگاهی به گذشته بکنیم همه شواهد این نشون میده اگه افق رو بخوایم ببینیم هیچ چیزی وجود نداره که بخوان به خواسته های کارگران پاسخ بدن یعنی حتی اگه تحریم ها برداشته بشه و غیره اون روند اختلاس و نمیدونم تحریدن کارگران و ارزان کردن نیروی کار و نداشتن امنیت شغلی کارگران ادامه پیدا میکنه هرچند ما در برنامه قبلی هم گفتیم در این وحشتی که از اعتراضات دارن بیان به بخشی از خواسته های این واحد یا اون واحد به تولیدی پاسخ بدن یا اینکه به طور عمومی مثلا دستمزد و یک مقداری در حد تورم غیر رسمی بخوان بالا ببرن این یه طرفه که از نظر تعداد شاهدش خواهیم دید روند دیگری هم که در سال گذشته از نظر کیفی وجود داشت و امیدوار کننده است شما علی عزیزم گفتین که حمایت هایی که تشکل ها و نهادهای کارگری از اعتراضاتی که صورت گرفت مثلا هفت تپه وقتی صورت گرفت این همبستگی ها نه تنها از نظر تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری بس کارگران واحدهای تولیدی دیگه مثلا هپویا از هفت تپه هفت تپه از هپو اینا از آذر آب و حتی دیدیم در موقع اعتراضات توی عراق هپویا و آذر آب و نمیدونم ایرالکو اینا هم همزمان در رابطه با همبستگی همدیگه اعتراض میکرد علاوه بر این مثلا ما شاهد این بودیم که کارگران وقتی که مثلا همین کارگر هفت طلب کوت عبدالله رو بازداشت میکنن یا واحدهای دیگری رو که بازداشت میکنن میرن جلوی دادستانی یا دادگستری یا نهاد قضایی تجمع میکنن و حتی ما شاهد اعتصابات در سال گذشته اعتصابات چند روزه برای کارگرانی که ممنوع الورود شده بودن یا اخراج شده بودن یا تعلیق شده بودن به معنی اینجا ادامه دادن تا جایی که همکاران خودشون رو آوردن سر کار علاوه بر این ما شاهد این بودیم وقتی که مثلا رفیق ما ایوب گفت که اعتراضات معلمان منظورش احتمالاً چیز بوده همون فرهنگیان بوده فرهنگیان شاغل بازنشسته چون سرایداران هم هستن
کارگران خدماتی هم هستند، رسمی و غیر رسمی هم هستند. اینا خیلی چیز جالبی بود، اینه که این فرهنگیان شاغل نیومدن فقط خواستای خودشون رو مطرح کنن، خواستای بازنشستگان رو مطرح کردن، از تجمعات بازنشستگان شاغلین حمایت کردن، بازنشستگان از شاغلین حمایت کردن، از کارکنان و سرایداران حمایت کردن، تجمع همزمان با هم اون روزایی رو که انتخاب میکردن انجام دادن. مسئله دیگه، مثلا کارگرای بخشای مختلف، وقتی مثلا این قضیه رو تو نفتم بودیم، شاهد بودیم که وقتی که کارگران پروژه اعتراض کردن، کارگران پیمانی هم اعتراض داشتن تو این رابطه، و حتی کارگران قرارداد مستقیم غیر رسمی هم که اعتراض داشتن، مشکلی نداشتن که حقوق کارگران رسمی بالاتر از ایناست. میگفتن این حق اوناست، مال ما هم باید ارتقا پیدا کنه به اون صد و حتی بیشتر از اون صد با اونا برسه. این خیلی نکته مهمیه، چون حاکمیت میخواد بین این بخش‌های مختلف چیز بکنه، تفرقه بندازه. نکته بعدی که بازم معلمان سردمدارش بودن و جاهای دیگر هم دیدیم، معلمان گفتن ما فقط خواستای حتی بخش‌های مختلف فرهنگیان برای ما مطرح نیست، حقوق تمامی کارگران باید برسه به بالای خط فقر مثلا به عنوان نمونه. در واقع از اعتراضات کارگران بخش‌های دیگر یا حقوق بگیران بخش‌های دیگر هم حمایت کردن، و می‌بینیم که این همبستگی‌ها در سال 1400 نسبت به 99 گسترش پیدا کرد، و شاهد این خواهیم بود که در سال آینده هم باز هم این همبستگی‌ها علی رغم سرکوب‌ها و اذیت آزار فعالین کارگری گسترش پیدا کرد. دقیقاً این باید این رو هم اضافه کرد، علاوه بر دفاع از حقوق کارگران و مسئله معیشت و در واقع اینکه باید دستمزد همه بالای در واقع 16 میلیون تومان برسه، همه از این همدیگه حمایت کردن بسیار عالی بود. در کنارش مسئله آموزش رایگان بود که آموزش رایگان و اجباری همگانی رو باز مطرح کردن که این بسیار درخشان بود در این حرکتشون. تو این شرایط ما شاهد یه چیز دیگری باید خوند از این جانفشانی در واقع و پیام‌های درخشانی که دادن. آرش جوهری می‌نویسه که من یک کارگر و فعال کارگریم، به اتهام این که علیه وضعیت موجود و دستاوردهای این حکومت، یعنی زندگی غیر انسانی طبقه کارگر و تمام مردم، نظیر فقر، تنفروشی، کارتون خوابی، حقوق چندین برابر زیر خط فقر، نابرابری زن و مرد، نابرابری های نژادی و غیره، و به خاطر خواستهای انسانی و زندگی در شأن انسان دستگیر شدم. پرونده سازی امنیتی برای فعالین و خانواده های آنان علیه همسرم شادی، پرونده جداگانه تشکیل دادن تا اهرم و فشاری باشد روی من. شادی از همان روزی که آتش کشور در آتش کرونا میسوخت و سرکوبگران در پنت هاوس های خود از ترس کرونا پناه گرفته بودند، با تمام توان به خاطر وظایف اجتماعی انسانی در بیمارستان ها تلاش کرده است. حالا دستمزدش بازجویی، پرونده سازی، آزار و اذیت بوده و دست آخر با سیاست گروگانگیری این سیستم زندانی شده است. کرونا فروکش کرده است، اما آتش سرکوب و ناعدالتی هنوز می‌سوزد. مقابل تمام خواستهای انسانی مردم، مقابل تمام زندگی انسانی، مقابل خواستهای همچون آزادی و برابری و رفاه انسانها دیواری قرار دارد که زندگی را تبدیل به جهنم ساخته است. بیشک آن دیوار همین سیستم است. دستگاه عدالت ما، قاضی ما، شما مردم هستید. این در واقع پیام درخشانیه که فعالان زندانی کارگری چه نمونه به نمونه در این پیام‌های نوروزیشون دادن و نشون میده که چه فضای رزمنده‌ای تو این جنبش هست. شما باز به عنوان آخرین کلام ایوب جان چگونه دیدی جمعت؟ ممنون. بله، ببینید، شما پیام آرش رو خوندید. تعداد فعالین کارگری، تعداد به طور کلی زندانیان سیاسی اینقدر زیاده که
گفتم اگه بخوام نام ببریم همه برنامه رو متاسفانه باید اختصاص بدیم به اسامی، ولی من شما وقتی از آرش بسته پیام آرش رو خوندیم یاد سپیده قلیان افتادم. حقیقتش درود بفرستیم بر این زن شجاع و همه زنان شجاع و فعال کارگری، چون از هفت تپه دفاع کرد و تاوان سنگینی رو پرداخت و خبرهای رو حتما بینندگان دارن که وضعیت سلامتیش در خطره، بعد به کرونا بسه مبتلا شده بود، ولی به هر حال دارن انتقام میگیرن از این زن شجاع، از این فعال کارگری شجاع دارن انتقام میگیرن. تعداد فعالین کارگری در زندان همجوری که گفتم زیاده، من به همهشون درود میفرستم و شکی ندارم که به هر حال این مبارزه‌ای که داره الان انجام میشه در ایران، این جنبش‌های اعتراضی که به نظر من ستون فقراتش جنبش کارگریه، یعنی تحولات آینده ایران وابسته به سرنوشت این جنبش هاست. اون اپوزیسیون بورژوایی که مثلا امیدش به نمیدونم ترامپ و الان هم تو کلاب هاسا و تو تلویزیون هاشون و تو مثلا رسانه هاشون امیدشون اینه که یه تحولاتی از بالا صورت بگیره، نمیدونم فرشگردی بیاد، نمیدونم ترامپی بیاد و بعد گرایش های مختلف بورژوازی بخصوص در اپوزیسیون، اینا همه امیدشون اینه که یه تحولاتی از بالا صورت بگیره، ولی همزمان در عرض 8 سالی که مثل ما شاهدش بودیم یه جنبش های عظیم اعتراضی از دل اعماق جامعه بر اومده که نمونش سالها رو که در نظر بگیریم گسترش جنبش کارگری که یکی از گفتم ستون اصلی جنبش های اعتراضی جنبش دانشجویی رو داشتیم و این فعالینی داشتیم که از جنبش های مختلف از جنبش کارگری اعلام حمایت کردن، از جمله آرش که شما مطرح کردید، از جمله سپیده قلیان و ده ها نفر دیگر. و به نظرم تحول آینده ایران، سرنوشت آینده ایران که جمهوری اسلامی آینده ای نداره به هر حال، ولی سرنوشت آینده ایران وابسته به این جنبش های اعتراضی هستن، این جنبش ها هستن که آینده ایران رو خواهند ساخت. شما نگاه هم بکنید به شعارهای به قول بهروز فرهنگیان، به شعارهای کارگران، به شعارهای دانشجویان، به شعارهای بسیار فعالین زن و همه فعالین کارگری نگاه کنی، آینده ای که برای ایران بسیار در تصویر خودشون داره، در افق خودشون دارن، آینده ای متفاوتی با همه این گرایش‌های بورژوازی که آینده به نظرم هر جناحش بیاد به کار آینده سیاهی رو برای ایران سیاه، شاید اگر نگم سیاه‌تر از این، به همین سیاهی که الان بسیار ما باش رو بریم اینا در تدارکش خواهند بود. من تشکر میکنم از اینکه این وقت دوباره علی جان در به ما فرصت دادی که هم درود بفرستیم به همه فعالین کارگری، هم یه جمعندگی کوتاهی داشته باشیم از اون چیزی که در سال 1400 و امیدوارم که، و من یقین دارم همجور که علیزان گفت، ما شاهد رشد کمی و کیفی اعتراضات کارگری خواهیم بود. تریبون کارگری است، تریبون همه فعالان جنبش کارگری، با پیام پایانه پیام رفقامون در اتحاد آزاد پایان پیدا میکنه. برنامه رو به پایان میرسونیم که گفته بود که سال جدید رو با تلاشی مضاعف برای غلبه بر تمامی مشقات تحمیل شده بر جان و هستی اجتماعی من آغاز خواهیم کرد و اتحاد و همبستگی سراسری تمامی کارگران و موزبگیران و آزادی خواهان را سلوه قرار خواهیم داد. با گرامی داشت یاز عزیزان سرود سر می دهیم، به جوش آمده است خون درون رگ گیاه، بهاران خجسته باد خرامان رسد زرا، این بند بندگی این بار فقر و جهر، به سر تا سر جهان به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد، بهاران همین شما خجسته و امید که سال شادمانی داشته باشید. به همتون باز تبریک میگم. Thank you.